سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخواییم با هم دیگه راجع به تفاوت غم و افسردگی صحبت کنیم. خیلی از اوقات ممکنه که ما برای یه مدتی مود پایینی رو تجربه کنیم و ندونیم که این غم یا افسردگیه، ما غمگینیم یا افسرده شدیم، و یا ممکنه که توی اطرافیانمون این علائم رو ببینیم. پس هدف این ویدیو دادن آگاهی و اطلاعات کافی درباره تفاوت افسردگی و غمگینیه. برای اینکه یک، بتونیم اطلاعات خودمون رو افزایش بدیم، آگاهیمون رو افزایش بدیم، دو، بتونیم به خودمون کمک کنیم، و سه، بتونیم به اطرافیانمون کمک کنیم. پس بریم با هم دیگه راجع به اصلی ترین تفاوت‌های غم و افسردگی با هم دیگه صحبت کنیم. وقتی ما غمگینیم، احساس ناراحتی می‌کنیم، این غمگینی معمولاً یه دلیلی پشتشه و احتمالاً یه علتی داره. برخلاف افسردگی معمولاً دلیل خاصی پشتش نداره، و یا اگر دلیلی داشته باشه دلیلای خیلی زیادی داره و در واقع تمام این ناراحتی ها روی همدیگه جمع شده و یهو به شکل افسردگی خودشو به ما بروز داده. پس افسردگی علت مشخصی نداره و ممکنه خیلی علتهای زیادی داشته باشه که رفته رفته روی همدیگه جمع شدن، ولی غم اینطوری هستش که علت مشخصی داره و ما میدونیم که به خاطر چه چیزی غمگین هستیم. دومین تفاوتی که غم و افسردگی با هم دیگه دارن اینه که غم برای یه مدت کوتاهی حال ما رو دگرگون میکنه و اون ما رو تحت تاثیر قرار میده، ولی افسردگی حداقل به میزان 2 هفته مود ما رو کنترل میکنه و اونو به پایین ترین سطح ممکنش میرسونه. تفاوت بعدی بین غم و افسردگی این هستش که کسی که غمگینه و مود پایینی داره توانایی انجام دادن کارهای روزانش رو داره و میتونه از عهده اونها بر بیاد، ولی کسی که افسرده است توانایی انجام کارهای روزانش رو نداره و حتی انگیزش رو هم نداره. نهایت نمیتونه حتی از عهده کارهای کوچیکی که قبلا برمی اومده بتونه اونها رو به خوبی انجام بده. اصلی ترین علتش هم اینه که اون فرد افسرده انگیزه قبلی خودش رو از دست داده و نمیتونه کارهایی که قبلا انجام میداده رو دوباره انجام بده. افسردگی نسبتاً یه احساس مستمر و همیشگیه و اون فرد افسرده حتی علاقش رو هم نسبت به انجام دادن اون کار از دست میده. حتی نسبت به روتین زندگی خودش و کارهایی که در طول روز همیشه داشته انجام میداده. تفاوت بعدی که بین غم و افسردگی وجود داره اینه که کسی که غمگینه وقتی که با دوستاش معاشرت میکنه، میره دوستاشو میبینه، باهاشون صحبت میکنه، حالش بهتر میشه و میتونه از درد خودش به دوستاش بگه و تسلی خاطر به دست بیاره. ولی کسی که افسرده است نمیتونه این کار انجام بده و اصولا از دوستاش دوری میکنه، به تنهایی رو میاره و سعی میکنه که توی انزوای خودش باشه. تفاوت بعدی که خیلی خوبه که در رابطه با غم و افسردگی بدونیم اینه که کسی که غمگینه اصولا نشون میده که چهره ناراحت و غمگینی داره و ما از دور که میبینیمش مشخصه که این آدم مود پایینی داره، ولی کسی که افسرده است بعد از یه مدتی ممکنه که ما وقتی اونو میبینیم حتی متوجه نشیم که این فرد مود پایینی داره و احساس افسردگی میکنه. ممکنه خیلی راحت وانمود کنه که حالش خوبه و مشکلی هم نداره، ولی در نهایت در درون اون فرد احساس افسردگی وجود داره. این بود از اصلی ترین تفاوت‌های بین غم و افسردگی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که احساس افسردگی می‌کنید و یا علائمی که راجبشون صحبت کردیم و در درون خودتون یا اطرافیانتون احساس می‌کنید، حتما سراغ تست‌های افسردگی برید و سعی کنید که حتما تراپی بگیرید، چون که این موضوع واقعاً می‌تونه بهتون کمک بکنه و می‌تونه که ادامه مسیر رو براتون راحت‌تر بکنه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. اگر این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم لایک کنید. خدافظ.